برخی از گروه‌های مخالف بشار اسد در سوریه نسبت به بیانیه‌های نشست ائتلاف ملی سوریه در استانبول که برخی از نمایندگان گروه‌های مخالف در آن حضور دارند انتقاد کردند. گروه‌های مخالفان در داخل سوریه می‌گویند نمایندگان حاضر در نشست استانبول به هیچ وجه خواسته‌های اصیل انقلاب سوریه را در این نشست مطرح نکردند. آنها شرکت کنندگان در نشست استانبول را متهم کردند به نمایندگانی که اختیارشان را به دست قدرت‌های بین‌المللی دادند. همزمان در ژنو نیز نشستی با موضوع نقض حقوق بشر در سوریه برگزار شده. در این نشست ایالات متحده، قطر و ترکیه خواهان تصویب قطعنامه علیه دولت بشار اسد در خصوص استفاده این دولت از نیروهای خارجی در جنگ داخلی سوریه شدند. پیشنهاد این قطعنامه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه را خشمگین کرده. او میگوید شگفتی فوق‌العاده در اینجاست که یکی از حامیان اصلی این قطعنامه ایالات متحده و دو کشور دیگر یعنی قطر و ترکیه هستند. فشار نماینده ایالات متحده توانسته نماینده کشورهای دیگر را برای رأی مثبت به قطعنامه قانع کند. اختلاف مخالفان از یک طرف و عدم توافق میان کشورهای عضو جامعه جهانی درباره بحران سوریه خبر خوبی برای شهروندان سوری نیست. شهروندانی که نزدیک به 3 میلیون تن از آنها تا کنون مهاجرت کردند و بیش از 85 هزار نفر از آنها در جنگ داخلی این کشور جان دادند.